سلام گرم من خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز شبکه عصر امروز، امیدوارم که خوب و خوش باشید هر کجا که بیننده برنامه ما هستید. خبرها خیلی زیاده، سریع میپردازیم به خبرهای مختلف روز. زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی کرج از امکانات حداقلی محروم هستند. اول میپردازیم به سرخط چند تا از خبرها و بعد به تک تک اونها میپردازیم. از متا برای شما بگم، اتحادیه اروپا متا رو اومده به دلیل نقص در حفاظت از رمز عبور کاربران 91 میلیون کاربران 91 میلیون یورو جریمه کرده. واشنگتن 6 تن از عوامل جمهوری اسلامی رو به دلیل مداخله در انتخابات آمریکا تحریم میکنه. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی، گفته که به هر نقطه از ایران ما میرسیم. و اما سری میزنیم به روایت کارگران از وضعیت سراسر مشکل در معدن و اتفاقاتی که رخ داد. بزرگترین تلسکوپ نوری جهان تا سال 2028 آماده بهره برداری خواهد شد. فنلاند، نگاهی میکنیم به فنلاند که از تأسیس فرماندهی نیروی زمینی ناتو در نزدیکی مرز روسیه خبر داده. و همچنین بیخبری از حسن نصرالله که اسرائیل هم هشدار داده. کلی خبرهای مختلف در این رابطه داریم. سخنگوی ارتش اسرائیل به زودی به تأسیسات حزب الله زیر 3 ساختمان گفته که حمله خواهیم کرد. و باز هم نگاهی میکنیم به متن نهایی لایحه حجاب. این خبرها رو تا دقایق دیگر برای شما به طور مشروع خواهیم داشت. با هم دیگه اگه موافق باشیم میریم یک میوزیک ویدیو خیلی کوتاه نگاه میکنیم و خبرهای مختلف از سراسر جهان برای شما دارم که شامل خبرهای هنری هالیوودی و کلی خبرهای جالب دیگه هم هست. با ما باشید در ادامه برنامه. تمام دستا بیاد بالا. شبیه من برد آرام دلم، یار دل آرام کو، آن که آرام برد از دلم آرام کو، آن که آرام برد عشق من و جان کو، آن که عاشقش شدم جانان جانان کو. بریم. وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون. وای 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 شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من. تیغای سالن کجا رفته؟ دستا چرا پایینه؟ جان دلم همه با من حاضری؟ من یه حس عاشقان در تو، شما یه عشق جاودان در من. من بی بال و پرم بدون چشمات، بی تاج سرم. من با شما خوشم که بیقرار دلم، من با شما خوشم آروم نداره دلم. بیقرارتم یار، من با تو خوشم که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم. وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش. وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من.
عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش، وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من. دست از تا جیغا بره بالا. امشب کیا با نیمه جانشون اومدن؟ نشینم با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی کام این دیوانه را. تمام سالون با من. نیمه جانم هی نیمه ی... بام بام میریم و نگاهی میکنیم به خبری در رابطه با متا. متا و این دنیای مجازی که واقعا وقت همه ما صرف همین دنیای مجازی میشه. اتحادیه اروپا متا رو اومده به دلیل نقص در حفاظت از رمز عبور، یعنی پسورد، پسورد برای تمام کاربرانش، یوزرهاش، 91 میلیون یورو جریمه کرده. بله، نهاد حفاظت از داده های اتحادیه اروپا آمده و این قول شبکه‌های اجتماعی رو به دلیل ذخیره‌سازی ناخواسته برخی از رمزهای عبور کاربران، پسوردها بدون حفاظت یا رمزگذاری، 91 میلیون یورو جریمه کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیق درباره تخلف شرکت متا 5 سال پیش شروع شد. متا در اون مقطع زمانی به کمیسیون حفاظت، این کمیسیون گفته بوده از داده های ایرلند اطلاع داده بوده که برخی از این پسورد های عبور کاربران رو به صورت متن ساده ذخیره کرده. این کمیسیون همون زمان اومده و اعلام کرده که این رمزهای عبور در دسترس سایر افراد قرار نگرفتند. با این حال معاون کمیسیون حفاظت از داده های ایرلند در بیانیه اومده تاکید کرده، گفته که با توجه به خطر سوء استفاده از اطلاعات مربوط به این پسوردها، این موضوع به طور گسترده پذیرفته شده که رمزهای کاربران نباید به صورت متن ساده ذخیره بشن. همطور که میدونید وقتی که به این راحتی بتونه در دسترس کسی قرار بگیره، اکانت ها همه میتونن هک بشن و مشکلات بسیار زیادی رو با خودشون بار بیارن، همراه داشته باشن. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند به عنوان نهاد اصلی نظارت بر اکثر شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی در اتحادیه اروپا فعالیت میکنه. یکی از سخنگویان متا در یک بیانیه که روز جمعه منتشر شده، با تاکید بر همکاری سازنده این شرکت با کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در جریان تحقیقات، گفته که اونها پس از شناسایی این اشتباه بزرگ یا این خطا در بررسی امنیتی سال 2019 بلافاصله اقدام به رفعش کردند. و همچنین گفته که هیچ نشانه‌ای مبنی بر سوء استفاده یا دسترسی غیر مجاز به این رمزهای عبور وجود نداره. قبل از اون هم باید بگیم در آذر ماه سال 1402 سازمان NOYB، مرکز اروپایی حقوقی دیجیتال، اعلام کرده بود که از متا بابت دریافت هزینه بابت خدمات اشتراک بدون تبلیغات خودش شکایت میکنه. به هر حال به زودی خواهیم دید که این شکایت ها به کجا خواهد رسید و چه خواهد شد. امیدواریم که رمز عبور خیلی از ماها در دسترس بقیه قرار نگرفته باشه. خیلی مهم هستش که ما به این موضوع همیشه بپردازیم، پاسپورت ها رو همیشه در جایی سیف نگه داریم. اگر احساس بکنید که جایی ممکنه که هک شده باشید، فوری باید پاسپورتتون رو عوض بکنید و اگر که این پسوردیه که بر روی تمام سایت های مجازی شما هست، حتما اونها رو عوض بکنید. اینو دارم به صورت خیلی جزئی میگم، حتی برای کارهای روزمره‌ای که داریم انجام میدیم. و اما نگاهی میکنیم به آقای نتانیاهو و هشدار ایشون. آماده هستید برای این خبر بسیار داغ و جنجالی؟ آقای نتانیاهو هشدار داده به جمهوری اسلامی، گفته که دست بلند اسرائیل به هر نقطه‌ای در ایران میرسد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به عواقب عملیات نظامی علیه اسرائیل هشدار داده. آقای نتانیاهو روز جمعه 6 مهر ماه خطاب به مقام‌های حکومت ایران گفته: اگه به ما حمله کنید، به شما حمله خواهیم کرد. او افزود: هیچ جایی در ایران وجود نداره که دست بلند اسرائیل نتونه به اون برسه. نخست وزیر اسرائیل همچنین در سخنرانی خودش به فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه پرداخت و نقشه‌ای رو در خصوص محور ایران به نمایش گذاشته. آقای نتانیاهو همچنین هشدار داده که اگر تعرض ایران مهار نشه، دامن تمام کشورهای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان را خواهد گرفت. ایران در 5 قاره از نیروهای نیابتی خودش حمایت میکنه. اعضای حماس 15 مهر سال گذشته یعنی 7 اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر رو کشتند و بیش از 250 تن رو به گروگان گرفتند. خب این هم خبری هست در رابطه با آقای نتانیاهو و اظهارات ایشون. میریم و نگاهی میکنیم به یک میوزیک ویدیو کوتاه و باز هم کلی خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. Stay tuned. کلی عاشق من دل شده در به درد، جا گذاشتی تو مرا آخرش پشت سرت. پریزاده من این رسم همراهی نبود، تو ببخشین دل اگر آنچه میخواهی نبود. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر دارم هوای تو. سلطان قلب من باش، با چیه کاش در کنارت بیقرارم. دل بر تو می سپارم، زیبای بی نهایت رد پایت روی قلبم جا بماند. حالم را خدا بدان. شبیه خوابی دریا نبودی تو سرابی، ای تمام سرگذشتم. ای کاش دوباره تو مرا بخواهی، تو زیباترین شباهی، ناتمام از تو گذشتم. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر دارم هوای تو. سلطان قلب من باش، با چیه کاش در کنارت بیقرارم. دل بر تو می سپارم، زیبای بی نهایت
خب امیدوارم که از موزیک های انتخابی کارگردان فنی ما خانم مریم لذت ببرید، همونطور که ما اینجا داریم لذت ببریم. از موزیک برای شما صحبت کردم، سریع میزنیم به توماج صالحی. در مراسمی که چهارشنبه چهارم ماه مهر در نیویورک برگزار شد، وکیل بین المللی توماج صالحی، این رپر معروف، جایزه موسوم به برهم زدن آرامش رو به نمایندگی از صالحی دریافت کرده. این جایزه به طور سالانه به نویسندگان برجسته ای از سراسر دنیا تعلق میگیره که در آثار خودشون بر روی حقوق بشر تمرکز میکنن و از این رو از سوی حکومت های تمامیت خواه آزار و اذیت میشن و یا تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند. این رپر سرشناس ایرانی قبلا هم جایزه حقوق بشری دیگری رو از این بنیاد معتبر دریافت کرده بود. توماج صالحی از این رو که نویسنده متن‌های ترانه‌های اعتراضیش هست، مستحق دریافت چنین جایزه‌ای شناخته شده. از توماج صالحی در 4 ژوئن یعنی 15 خرداد با اعطای جایزه هاول از سوی این بنیاد باز هم تقدیر شده بود. این جایزه که از مهمترین جوایز حقوق بشری اروپاست، هر سال به هنرمندان معترضی تعلق میگیره که با شجاعت و خلاقیت با حکومت‌های استبدادی مبارزه میکنن. همطور که میدونید توماج صالحی در سال 2024 به همراه گابریلا مونترو، پیانیست و کنشگر ونزوئلایی، و همچنین شخص دیگری که یک فیلمساز منتقد حکومت چین هست، به عنوان برندگان جایزه معرفی شده بودند. خب اگر که فرصت شد بعداً شاید قسمتی از توماج رو هم برای شما بتونیم پخش بکنیم. از هکرها برای شما صحبت بکنیم. حمله سایبری هکرهای کره شمالی به کمپانی تسلیحاتی آلمان. هکرهای کره شمالی کمپانی ساخت تسلیحات آلمان رو هدف حمله سایبری قرار دادن. این شرکت برای ارتش کره جنوبی موشک‌های هدایت شونده تولید می‌کنه. هکرهای کره شمالی شرکت اسلحه سازی دیل دیفنس رو هدف حمله سایبری قرار دادن. این شرکت با ارتش کره جنوبی قراردادهای فروش سلاح از جمله موشک‌های هدایت شونده آیرس تی رو داره. و ما باز هم میریم و نگاه میکنیم به خبرهای مختلف. یک مقامی در صدا و سیما خبرهای جالبی در رابطه باش داریم، اما قبل از اون میریم و نگاه میکنیم به آقای پزشکیان در نیویورک که از جنجال چگونه حرف زدن تا دیدار ایشون با یک اسرائیلی همه جا صحبت هست، در حالی که جنجال بر سر اظهارات و نحوه صحبت کردن آقای مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. اکنون خبر دیدار ایشون با یک شهروند اسرائیلی به یک موضوع جنجالی تازه در رسانه‌های حکومتی بدل شده که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. با بالا گرفتن انتقادها از دیدار بی سابقه رسمی و علنی یک رئیس دولت در جمهوری اسلامی با یک شهروند اسرائیلی، اون هم درست در اوج جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله و در آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی و اسرائیل، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرده که دارای سابقه فعالیت ضد صهیونیستی بوده این شخصی که ملاقات کرده با آقای پزشکیان، و هیئت جمهوری اسلامی اصلا مطلع نبوده که او شهروند اسرائیله. در این بیانیه جمهوری اسلامی اومده گفته که ما نمیدونستیم که ایشون اسرائیلیه. در این بیانیه گفته شده که ایشون به عنوان استاد دانشگاه و یک یهودی آمریکایی به نشست نقش ادیان الهی در برقراری صلح جهانی دعوت شده بود. در بیانیه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی گفته شده این جلسه ترکیب جالبی بوده از علما و اساتید دانشگاه متعلق به ادیان، و علت دعوت از ایشون از ادیان ابراهیمی و علت دعوت از ایشون، این شخصی که با آقای پزشکیان ملاقات داشته، سوابق طولانی پژوهش
که ایشون داشته در رابطه با اسلام و ایران بوده و ایشون دارای سابقه هیچ فعالیت ضد صهیونیستی بوده، هیچ سابقه فعالیت نداشته. در این بیانیه گفته شده که این شخص به عنوان یک آمریکایی یهودی به این جلسه دعوت شده بوده. بله، این هم یکی از جنجال‌های آقای پزشکیان. باز هم میریم و فکر میکنم رسیدیم به آخر برنامه. تشکر میکنم از یکایی که شما عزیزان که با ما تا این لحظه همراه بودید. تشکر میکنم از مدیران شبکه عصر امروز و از کارگردان فنی و از یکایی که شما که با ما همراه هستید و برنامه ها رو ادامه میدیم. Stay tuned. عشق من این خیالت نیست دیوانه جان.